با نام یاد خدا، درود بر همه شما دانش آموزان عزیزم در سراسر کشور خوبمون ایران. امیدوارم هر کجا که هستین عالی باشین، پر انرژی باشین، دلتون شاد باشه و تنتون سلامت. بچه‌های عزیزم، بنده بهنام ایدری هستم و خیلی خوشحالم از اینکه این افتخار رو دارم با تحلیل سوالات درس عربی آزمون قلمچی تاریخ 3 اردیبهشت ماه 1400 در خدمت شما عزیزان باشم. قبل از اینکه تحلیل رو شروع بکنم یه نکته رو اضافه بکنم. شمایی که الان دارین تحلیل آزمون رو میبینید به دو دسته کلی تقسیم میشه. دسته اول اون دسته از عزیزانی که پکیج جامعه زیر سفت استادی یا پکیج فراتر از جنبندی منو دارن و استفاده کردن و الان تموم شده مجموعشون، و دسته دوم اون دسته از عزیزانی هستید که هیچ کدوم از مجموعه های منو تهیه نکردین. من از هر دو گروه میخوام که تا پایان تحلیل با من همراه باشید، مطمئن باشید این تحلیل برای هیچ کدوم از شما خالی از لطف نیست. بچه‌هایی که پکیج رو ندارن با روش‌های مختلف تست زنی آشنا میشن و سرعتشون در زدن تست بیشتر میشه، و بچه‌هایی که پکیج منو دارن، چه پکیج جامعه زیر سفت استادی و چه پکیج بی‌نظیر فراتر از جنبندی، هیچ نکته جدیدی نه تو این آزمون، نه در کنکور 1400 و نه در هر کتابی که تو بگی، هر آزمونی که تو بگی، هیچ نکته جدیدی وجود نخواهد داشت که من اون نکته رو به شما نگفته باشم. و همین الان ازت میخوام برین تو این آزمون هایی که داره برگزار میشه، چه گاج، چه قلمچی، چه گزینه دو، بگردین اگر نکته جدیدی پیدا کردین که من اون نکته رو تدریس نکرده بودم تو پکیجم، من شخصا دو برابر هزینه پکیج رو به تو برمیگردونم. بنابراین این که ما میگیم تحلیل رو ببینید، نمیخوایم شما نکات جدیدی یاد بگیرید، صرفا میخوایم همون نکاتی که قبلا به شما یاد دادیم و رو این تحلیل پیاده کنیم، تمرین و تکرار بکنیم تا شما دقتتون بالا بره در زدن تست، تمرکزتون بیشتر بشه، درصد خطاتون خیلی کمتر بشه و به تبعش تو کنکور سراسری انشالله آماده بشین برای درصد بالای 90. و یه سوالم بچه‌ها زیاد میپرسن در مورد پکیج بی‌نظیر فراتر از جنبندی. ببینید بچه‌ها، پکیج فراتر از جنبندی ما خاص شما عزیزانی هست که به زودی کنکور سراسری دارین و زمان آنچنانی ندارید که وقت بذارین روی پکیج جامعه. من اومدم کلیه قواعد عربی کنکور رو، چه دهم، چه یازدهم، چه دوازدهم، همه‌شو مجموعاً طی 16 ساعت کامل تدریس کردم. یعنی اگه تو روزی 1 ساعت وقت بذاری 2 هفته کامل تموم میشه. خب روزی 1 ساعت زمان بذاری 2 هفته کامل تموم میشه. طی 16 ساعت کلیه مطالب رو اومدم تدریس کردم، کلی تست نکته دار و احتمالی کنکور تحلیل کردم در خلال دوره، و بعد از اینکه این 16 ساعت تموم شد، تدریس ما تموم شد و عربیتون رو جمع بستیم، میایم کل کنکورهای 98، یعنی ریاضی، تجربی، هنر، زبان، انسانی عمومی، انسانی تخصصی و کل کنکورهای 99 کامل براتون تحلیل میکنیم که شما کامل راه بیفتید تو درس عربی و دیگه سوالی نباشه که نتونین جواب بدین. و عقیده من پکیج بی نظیر فراتر از جنبندی چیزی در حد معجزه عربی کنکوره، چون صرفا طی 16 ساعت شما اگه 0 مطلق باشی به راحتی بالای 80 میرسی. پس اگه عربیت ضعیفه شک نکن، پکیج فراتر از جنبندی تنها راه حل شماست. بریم سراغ تحلیل سوالات درس عربی. بچه بخش اول سوالات ترجمه است. ببینید، من همیشه به شما گفتم بچه‌های عزیزم، وقتی میخواین سوال ترجمه جواب بدین، متن صورت سوال رو بیخیال بشین، برین سراغ گزینه‌ها و اختلاف گزینه‌ها رو پیدا کنید اول. مثلا من الان اومدم سراغ گزینه‌ها، میگردم به دنبال اختلاف. آقا گزینه 1 داره میگه بادها، گزینه 2 بادها، 3 بادها، 4 بادهایی. حالا باید بگم بادها یا باید بگم بادهایی؟ خب 100% متن داره میگه این واژه ال داره، شما نمیتونی ترجمه کنی بادهایی، یعنی با این اختلاف گزینه 4 رفت کنار. خب حالا بین اون 3 گزینه ادامه بده، ببین دیگه اختلاف پیدا میکنی. بله، اولی میگه میفرستد، دومی میگه فرستاده، و متن عربی اگه دقت کنید میگه چی؟ یورسل، و فعل مضارع است، پس حق نداره به صورت فرستاده ترجمه بشه، باید به صورت مضارع اخباری ترجمه بشه. پس گزینه 2 هم رفت کنار.
گزینه سه هم که باز میگه میفرستد، یعنی ما اینجا هم دیگه چیزی نمیتونیم حذف بکنیم. دقت کن، با این فعل دیگه چیزی نمیتونیم حذف بکنیم. ادامه میدیم بین گزینه یک و سه. آقا گزینه یک داره میگه و ابر، گزینه سه میگه پس ابری. اولا ف به معنای پس یا سپس که تو متن اومده نباید و ترجمه بشه. ثانیاً ابری درسته بچه‌های عزیزم، واژه نکره هست نمیتونه ترجمه بشه ابر، پس بدون تردید گزینه سه جواب این تسته. یه نکته بچه خیلی مهمه تو سوال شماره یک که من باید این نکته رو خدمتتون بگم. ببینید، دقت کنید بچه‌های عزیزم، من قبلا به شما گفته بودم حواستون باشه اگر میان برا شما می نویسن مثلا التلمیز الذی، خب گفتم 99% این ساختار ترجمه میشه دانش آموزی که، یعنی نمیان ترجمه کنن دانش آموز کسی است که، و تو نیای این اشتباه رو انجام بدی، نیای بگی آقا التلمیز ال داره ترجمه شد دانش آموزی پس غلطه. نه، هر زمان بچه اسم موصول خاص مثل الذی، مثل التی، مثل الذینه، مثل اللاتی بلا فاصله بعد از یک اسم الدار به کار رفت، شما اون موصول خاص رو یا که یا ای که ترجمه کنید. خب یا که یا ای که، یعنی نگاه کن این عبارت اگه اومد ترجمه شد دانش آموزی که، دانش آموزی که، شما نمیتونی بگی اشتباه. 99% ترجمه درستش همینه، 99% ترجمه درستش همینه، یعنی اون گزینه‌هایی که میان میگن دانش آموز کسی است که گاهن اصلا درست نیستن، غلطن، بعد شما انتخاب کنی دانش آموزی که. حالا سوال برای تو پیش میاد، میگه آقا اون 1% کجاست؟ چه موقع ما باید کسی که ترجمه کنیم؟ چه موقع نباید بگیم دانش آموزی که، باید بگیم دانش آموز کسی است که؟ نگاه کن، اینو با یه مثال برای توضیح میدم. آقا یه وقتی من میام برای شما مینویسم التلمیز الذی، التلمیز الذی مثلا یتقلب الال مصائب سعیدون. خب یه وقتی هم هست میام براتون مینویسم التلمیز الذی یتقلب الال مصائب، دیگه اون سعیدون رو نمیذارم. نگاه کن، من به شما دانش آموز عزیزم دارم میگم که هر زمان داری میبینی یک موصول خاص مثل الذی، مثل التی، مثل الذینه، مثل اللاتی بلا فاصله بعد از یک الدار میاد، 99% بهتر ترجمه کنی ای که، یعنی بهتره بگی دانش آموزی که تا اینکه بگی دانش آموز کسی است که. ما 99% ترجمه های ای که رو درست میگیریم، 1% ترجمه کسی که. حالا سوال پیش میاد، میگه آقا علمیش چیه؟ من از کجا بفهمم دقیقاً این باید به صورت ای که ترجمه بشه یا باید به صورت کسی که ترجمه بشه؟ میگم راه حل اینه، شما با ای که ترجمه کن، اگر جمله کامل شد معنادار بود که میگی این ترجمه درسته، ولی اگه کامل نشد میگی کسی که درسته. منظور چیه؟ منظور اینه، نگاه کن، جمله یک ترجمهش میکنم چی؟ دانش آموزی که غلبه میکند بر مشکلات سعید است، و این ترجمه کاملا درسته، به صورت ای که ترجمه میشه. و اما دومی، اگه بگم دانش آموزی که غلبه میکند بر مشکلات، ببین شنونده منتظر میمونه، نگاه، دانش آموزی که غلبه میکند بر مشکلات، ببین باز شنونده منتظره، جمله ناتموم باقی میمونه. پس الان اینجا تو جمله شماره دو من باید ترجمه کنم دانش آموز کسی است که غلبه میکند بر مشکلات، اما تو جمله شماره یک میگم چی؟ دانش آموزی که غلبه میکند بر مشکلات سعید است. پس ببین، هر زمان یک موصول خاص بعد از معرفه به علومت،
با ایکه ترجمه کن، جمله کامل بود همون ایکه درسته، کامل نبود کسی که درسته. خب الان چه ربطی داشت به این تست من؟ نگاه کن، دقت کن لطفا. الله الذی، خب من حالا ایکه ترجمه کنم یا نکنم؟ اگه ایکه ترجمه کنم ببین چی میشه. خدایی که میفرستد بادها را. ببین از اونجایی که فمیاد شروع جمله جدیده، ما دیگه نباید اونو در نظر بگیریم. همین تیکه میبینی ناتمومه. خدایی که میفرستد بادها را، ببین جمله ناتمومه، پس باید بگیم چی؟ خداوند کسی است که میفرستد بادها را. بنابراین تو شک نکن پاسخ گزینه سه است، هرچند ما نیاز به این نداشتیم، فقط من این اومدم تحلیل کردم که شما حسابی این نکته رو یاد بگیرید. بریم سراغ تست شماره 22. دقت کنید بچه های عزیزم، دقت کنید. میگردیم به دنبال اختلاف. آقا خاطره های من، یه اختلاف دیگه. متن عربی میگه خاطره های من غلط، گزینه دو رفت کنار. بین گزینه 1 و 3 که اونا هم اگه دقت بکنی دارن میگن خاطره ها یا خاطرات، که به صورت جمع و ظاهرا دیگه ما خطایی نمیبینیم در این واژه. حالا بچه ها فرق گزینه های 1، 3 و 4 پس در چیه؟ نگاه کن، گزینه 1 میگه فراموش کردن برخی خاطره ها، گزینه 3 میگه برخی خاطره ها فراموش کردنشان برای ما بسیار سخت است. حالا سوال پیش میاد، آقا من باید بگم فراموش کردن برخی خاطره ها یا باید بگم برخی خاطره ها فراموش کردنشان؟ میریم سراغ متن عربی ببینیم کدوم درست میگه. برخی خاطره ها فراموش کردنشان. بنابراین این که من بیام بگم فراموش کردن برخی خاطره ها غلطه، چون اصلا تو متن عربی اینجوری نیومده. پس اینم یه اختلاف بود، با این اختلاف گزینه یکم حذف شد. و گزینه 4 ببین چی داره میگه. میگه بعضی خاطرات هستند، که اصلا هستند زائد اینجا، هنوز جمله تکمیل نشده، گفته بعضی خاطرات فراموش کردنشان سخت است. خب که این هستند اینجا زائده، پس تو شک نکن گزینه 3 جوابه. بچه نگاه کنید، من دارم بر اساس اولین اختلافاتی که میبینم جواب رو تعیین میکنم، ولی شما دوست عزیز من یادت نره اول مد، وسط مد، پایان مد، هر کجا اختلاف دیدی میتونی بررسی کنی. بریم سراغ سوال شماره 23. باز میگردیم به دنبال اختلاف. بچه های عزیزم نگاه کنید، گزینه 1 میگه بهبودی زخمهای گربه ممکن است. دیگه ادامه نده ببینیم همینو گزینه 2 چی میگه. ممکن است زخمهای گربه بهبود یابد. حالا بچه ها ما باید بگیم بهبودی زخم‌های گربه یا زخم‌های گربه بهبود یابد؟ متن عربی چی میگه؟ بهبودی التئام. بچه‌ها این الف و لام نیست، تا الف و لامی که میاد ابتدای اسامی، این جزء حروف اصلیه. التئام یعنی بهبودی، بهبودی زخم‌های گربه. پس این که بیاد بگه زخم‌های گربه بهبود یابد غلط، معادل متن عربی ما نیست. گزینه 1 فعلا میتونه باشه. ببین گزینه 3 چی میگه. گزینه 3 این بهبودی زخمهای گربه ببین کجا اومده، پایانش اومده، گفته بهبودی زخمهایش، در حالی که تو متن عربی چی داریم؟ بهبودی زخمهای گربه. نگاه کن اینجا اصلا ضمیر ما نداریم، پس تو این که میگه بهبودی زخمهایش گزینه 3 هم بذار کنار. گزینه 4 چی میگه؟ گفته که گربه بهبودی زخمایش، در حالی که بعد طبق متن عربی بگه بهبودی زخمای گربه. یعنی با همین یه دونه اختلاف به جواب رسیدیم آقا، تموم شد. میریم سراغ تست شماره 24. دوباره بچه شروع میکنیم گشتن دنبال اختلاف. گزینه 1 شعر داریم، گزینه 2 اشعار داریم، گزینه 3 شعرها داریم و گزینه 4 شعر سرودن داریم. خب متن عربی گفته چی؟ انشاد الاشعار، یعنی چی؟ سرودن شعرها. پس این که مثلا بیاد بگه شعر غلط، اشعار میتونه باشه، گزینه 3 هم شعرها میتونه باشه، اما گزینه 4 هم شعر سرودن که واژه شعر مفرده و 100% اینم غلطه. آقا با یه اختلاف ساده
گزینه 1 و 4 رفت کنار. حالا بین 2 و 3 یه اختلاف دیگه میخواد. آقا پایانش یه اختلاف بسیار بسیار عالی من دارم میبینم. یکی میگه خطرها، یکی میگه خطراتی. یعنی یک جا این واژه معرفه هست، یک جا این واژه نکره هست. متن عربی نگاه کنید، پایان متن الاخطار، یعنی ال داره، پس بعد ترجمه بشه خطرها نه خطراتی. پس گزینه 3 هم حذف کن و بدون تردید گزینه 2 جواب این تسته. سوال شماره 25، میگردیم مجدداً به دنبال اختلاف. بچه های عزیزم، گزینه 1 میگه چی؟ به امامی که تنها قدمگاه او دشت مکه رو میشناخت. ببین همینو گزینه 2 چی میگه؟ فقط به امامی که دشت مکه قدمگاه او را میشناخت. بچه های عزیزم نگاه کنید، نگاه کنید، یه نکته بسیار خفن که من به شما یاد داده بودم. میگفتم بچه ها هر زمان تو جمله الا میبینی و میان از لفظ فقط یا تنها استفاده میکنن تو ترجمه، دو تا نکته خفن فراموش نشه. یادته تو پکیج، تو درس 3 سال 12 و همچنین تو بحث ترجمه گفتم اولا بعد از فقط و تنها باید مثبت ترجمه بشه، یعنی کامل جمله مثبت باشه. ثانیاً اولین واژه بعد از الا باید بیاد اولین واژه بعد از فقط و تنها. یعنی چی؟ یعنی الان گزینه 1 که میگه تنها قدمگاه و گزینه 2 که میگه فقط به امامی، متن عربی میگه الا لامامن، تو شک نکن که گزینه 1 رو باید حذف کنی. وقتی لفظ فقط و تنها میاد، اولا ادامه جمله باید کامل مثبت بشه، ثانیاً اولین واژه بعد از الا باید بیاد اولین واژه بعد از لفظ فقط یا تنها. هر زمان تو تستای ترجمه اینو دیدی بررسی کن، که با بررسی این الان من گزینه 1 رو گذاشتم کنار. حالا گزینه 3 ببین چی میگه. گفته به امامی که دشت مکه قدمگاهش رو میشناخت اجازه مسح کردن سنگ را نمیدادند. بچه نگاه کنید، یکی میگه اجازه دادند به صورت ماضی ساده، اما یکی میگه اجازه نمیدادند استمراری منفی. ما مطمئنیم وقتی لم میاد سر فعل مضارع میشه ماضی ساده منفی. حالا اینکه تو گزینه 2 مثبت شده به خاطر وجود الا هست، و وقتی الا داریم با لفظ فقط ترجمه میکنیم مجبوریم ادامه رو کامل مثبت ترجمه کنیم. پس این قواعد الا هست، نیایید بگید مثبت ترجمه شده پس غلطه. شما فقط به ساختار توجه کن. گزینه 2 ماضی ساده است، گزینه 3 ماضی استمراری. هیچ وقت لم با مضارع ماضی استمراری ترجمه نمیشه، پس گزینه 3 هم حذفه. گزینه 1 هم حذف شد. بین 2 و 4 بعد انتخاب بکنم. نگاه کن، بین 2 و 4 بعد انتخاب بکنم. گزینه 4 چی میگه؟ اجازه ندادن کسی سنگ را مسح کند جز امام. بچهای عزیزم نگاه کنید، گزینه 2 داره میگه امامی، اما گزینه 4 داره میگه امام. یعنی یکی معرفه است یکی نکره. متن عربی داره میگه امامن، یعنی اینکه چی؟ نکره هست. پس شما اون واژه معرفه هم حذف کن. بدون تردید گزینه 2 جواب این تسته. میریم سوال شماره 26. دقت کنید بچه ها، دقت کنید. سوال عین خطا هست. آقا یادت نره تو سوالات عین خطا و عین صحیح اول فعل جمله رو بررسی میکنن بعد کلمات غیر از فعل. تو فعل ها چی رو بررسی کنم؟ زمان فعل خیلی مهمه، معلوم مجهول بودنم خیلی مهمه، و بعد میری کلمات غیر از فعل که دقیقاً و درست سر جای خودشون ترجمه بشن، چیزی هم کم و زیاد نشه تو بحث ترجمه. الان گزینه 1 دقت کن، دقت کن لطفاً. گزینه 1 اگه تو متن نگاه بکنید یه ساختار خاص از افعال نمیبینی که حالا بری بررسی کنی، یعنی تو متن ترجمه‌اش. پس از اول شروع کن، نگاه کن. بهترین نیکی کردن چیزی است که، بهترین نیکی کردن چیزی است که،
نیکوکار صادقانه از کسی چشم داشته جبران آن را ندارد. انتظار ندارد یا چشم داشت ندارد نیکوکار چشم داشته چی؟ چشم داشته جبران. جبران چی؟ جبران آن که میبینی ضمیر داره و اینجا هم دقیقا ترجمه شده. جبران آن را ندارد. صادقانه هم که ترجمه شده بود. از کسی هم که تو متن فارسی باز اومده بود. پس گزینه یک درسته. ما میریم سراغ گزینه دو. گزینه دو فراموش نخواهد شد احسانی. فراموش نخواهد شد هم آینده منفیه هم مستقبله. ببخشید هم آینده منفیه هم مجهوله. که متن عربی نگاه لن با فعل مضارع میشه آینده منفی. مجهولم که هست یونسا. پس این کاملا درسته. احسانی که یک احسان کننده صادقانه انتظار نداشته باشد که جبران شود. بچه ها نگاه کنید، نگاه کنید، الاحسان الذی، نگاه، موصول خاص بعد از معرفه به ال، همون نکته ای که تو سوال شماره یک بهت گفتم. اونجا نمیتونستی بگی خداوندی که، اما اینجا میتونی بگی نیکی که یا احسانی که. ببین علی اینجا که من نمیتونم بگم احسان کسی است که، چون اصلا احسان یه شخص نیست که ما بگیم احسان کسی است که. یعنی الان بر اساس این نکته میتونی متوجه بشی این بعد ای که ترجمه بشه، یا از طرفی با ای که جمله تکمیل میشه. نگاه، احسانی که یک احسان کننده صادقانه انتظار نداشته باشد که جبران شود. جمله کامله. وقتی کامله همون ای که درسته. تازه برای واژگانی که نمیشه کسی که استفاده کرد مطمئن باشم اون ای که درسته. مثلا الکتاب الذی، من که نمیتونم بگم کتاب کسی است که، باید بگم کتابی که. یا الاحسان الذی، نمیتونم بگم نیکو کردن کسی است که، باید بگم چی؟ نیکو کردنی که یا احسانی که. پس تا اینجا درسته بچه ها. نه یه بگی ال داره معرفه است نکره ترجمه شده. نه دوست خوب من، این ترجمه کاملا درسته. همه این نکاتو هم تو اون پکیج جامعه زیر سفت استادی گفتم و هم در پکیج بی نظیر فراتر از جنبندی که طی 16 ساعت عربی رو برا تو لوله میکنه بچه. احسانی که یک احسان کننده، این احسانی که یک احسان کننده هم که میبینی یک واژه نکره هست. صادقانه، اینم که صادقان، انتظار نداشته باشد، لا ینتظرو، جبران شود، ان یعوضو، میبینی به صورت نکره، به صورت مجهوله و تو متنم به صورت مجهوله و التزامی هست که اینجا هم مضارع منصوبه و التزامی که همه اینا هم من به شما آموزش داده بودم. بس گزینه دو هم خطای ما نمیبینیم. میریم گزینه سه. به یاد میآورم یه دونه فعله، اینجا هم اتذکر. خب کاملا درسته فعلا. احسانی را که یک احسان کننده مانند راستگویان در انتظار جبران کردن نیست. به یاد می آورم این احسانی را که، خب یک احسان کننده، تا اینجا هم که درسته، یک احسان کننده مانند راستگویان. دقت کنید این مانند راستگویان از کجا میاد. بچه‌ای عزیزم، ما هر زمان فعل داشتیم مصدر همریشه با فعل، این می شد مفعول مطلق. الان ینتظرو فعل من، انتظار مصدر امریشه با فعل میشه مفعول مطلق. بعدش چی اومده؟ مضاف الیه اومده. هر زمان بعد از مصدر صفت یا مضاف الیه میومد مفعول مطلق میشد مفعول مطلق نوعی. مفعول مطلق میشد مفعول مطلق نوعی. حالا بچه ها دقت کنید، مفعول مطلق نوعی اگه بعدش صفت بیاد صفت رو به صورت یه قید ترجمه میکنید، اما اگه بعد از مصدر مضاف الیه بیاد تو ترجمه از واژگانی مانند، همچون و امثال این استفاده میشه که اینا رو من به شما آموزش داده بودم و کاملا درسته. به یاد میآورم احسانی را که یک احسان کننده مانند راستگویان، تا اینجا که کاملا درسته، در انتظار جبران کردن نیست. دقت کنید، لا ینتظرو، در انتظار چی؟ جبران کردن. این تعویضم یعنی جبران کردن و کاملا درسته بچه. میریم گزینه چهار. گزینه چهار گفته از نیکی کردنی خوشم می آید. متن عربی چیه؟ یعجبنی، به شگفت می آورد مرا احسان کردنی. یا میتونیم بگیم از احسان کردنی خوشم می آید، یعنی معادلش همینه. خب که واقعا از کسی چشم داشته جبران شدن نباشد. خب
بچه های عزیزم دقت کنید لطفاً، لا ینتظر و فعل من انتظاراً مصدر همریشه. فعل و مصدر همریشه میشه مفعول مطلق، که اینجا مفعول مطلق تأکیدیه چون بعد از مصدر صفت و مضاف الی نیومده. تو ترجمه مفعول مطلق تأکیدی بعد از واژگان حتماً، یقیناً، مسلماً، بدون شک یا مثلا واقعاً تو رده های بعدی، خب که اینجا اومده واقعاً استفاده کرده، گفته از نیکی کردنی خوشم می آید که واقعا از کسی چشم داشته جبران شدن نباشد. حالا ببینیم متن چی میگه. از نیکی کردنی خوشم می آید، لا ینتظر احدون، بعد اینجوری ترجمه بشه، کسی انتظار نداشته باشد، ان یعوضه، که جبران شود، نه اینکه بیا ترجمه کنه از کسی چشم داشته جبران شدن نباشد. بعد اینجوری ترجمه بشه، کسی انتظار نداشته باشد. نگاه کن، لا ینتظر احدون، که احد الان مرفوعه، یعنی اینکه فاعله، پس باید بگیم چی؟ کسی انتظار نداشته باشد. بعد در ادامه که جبران شود، نه اینکه چشم داشته جبران شدن، که مزخرف محضه و ما خطا رو میخوایم. جوابم دقیقا همینه که انصافا جزء تستای بسیار بسیار سخت و پیچیده بود بچه‌ها، این سوال شماره 26. بریم سوال شماره 27، سوال عین صحیح. بچه سوالات کنکور خیلی ساده تره، آزمون ها گاهی وقتا بعضی سوالاتو خیلی افراطی و پر از نکته میذارن. سوال شماره 27، ببینید تو این سوالات ما اول گفتیم فعل رو بررسی کن. کسی که به چیزی نیاز ندارد مرا یاری نمی کند. خب مرا یاری نمی کند یک فعله. لا تو اینی، بچه های عزیزم، سه تا حرف اصلی این فعل نون جزء سه تا حرف اصلیشه، یعنی ت رو اگه بگیری حرف مضارعت، ای ن سه تا حرف اصلیشه. و حواستو جمع کن، این اگه میخواست بشه مرا یاری نمی کند، بعد اینجوری میشد لا تو ایننی، که شما ترجمه میکردی چی؟ مرا یاری نمی کند. خب پس تو شک نکن این ترجمه اشتباهه، تو شک نکن این ترجمه اشتباهه. الان لا تو اینی در واقع اینه بچه، بوده لا تو این، بوده تو اینی نه، خب تو اینی نه مثل تذهبی نه. بعد لای نای کننده اومده ساکنش کرده، یعنی نون از پایان افتاده، شده چی؟ لا تو اینی، یاری نکن. بعد اینجوری ترجمه بشه، یاری نکن کسی که احتیاج ندارد به چیزی. خب نه اینکه کسی که به چیزی نیاز ندارد مرا یاری نمی کند. اصلا مرای اینجا ما نداریم، اون نون جزو ساختمان فعل، اصلا نون وقایعی نیومده، یه ضمیری نیومده که ما بگیم مرا یاری نمی کند. پس این فعلش اشتباهه. میریم گزینه دو، گفته دو همشاگردی دارم. فعل دارد یادته چجوری ساخته می شد؟ ل یا ان به علاوه اسم یا ضمیر به علاوه اون چیزی که میخوای بگی داری. مثلا من میخوام بگم کتابی دارم، میگی چی؟ اندی کتابون یا لی کتابون. ببین ل یا اند، معادل اند بچه ها لدا هم هست، یعنی این لدا هم معادل انده. مثلا اگه من بگم لدا کتابون، میگی چی؟ کتابی دارم. حواستو جمع کن که علی اینجا هم از همین استفاده کرده، گفته چی؟ لدای زمیلتان، دو همکلاسی دارم. حالا بچه ها اگه قبل از این ساختار کانبیات دیگه نمیتونی بگی دارم، بعد بگی چی؟ داشتم. حواستو جمع کن، پس این لدای زمیلتان که اومده ما باید حتما ترجمه کنیم چی؟ داشتم. ببین لی کتابون میشه کتابی دارم، ولی مثلا کان لی کتابون میشه کتابی داشتم. پس اینجا فعل زمان حال قطعا غلطه و این گزینه میره کنار. میریم گزینه 3، میخرید ماضی استمراری. بچه ها کانه با مضارع میشه ماضی استمراری، کاملا درسته. خب مادرم دستبندهایی، امی که اومد مادرم میخرید دستبندهایی، سوارن مفرده، اما اینجا اومده جمع ترجمه شده، پس اینم غلطه. شک نکن پاسخ گزینه 4ه. میریم سوال شماره 28. بچه های عزیزم سوال شماره 28 دقت کنید لطفاً، سوال شماره 28 دقیقاً اینه. نگاه، سوال فارسی و عربیه بچه. سوالات فارسی و عربی انصافاً بسیار بسیار ساده‌ن، کافیه فقط اختلاف گزینه‌ها رو بررسی کنید. مثلا
گزینه یک ذات یومن، گزینه دو ذات یومن، گزینه سه احد الایام، دقت کنید. گزینه چهارم داره میگه فی یوم من الایام. حالا بعد ببینیم کدوم درسته. سوال تو متن 28 داره میگه چی؟ روزی. پس این که من بگم احد الایام یعنی یکی از روزها، خب این غلطه. و چهارم که داره میگه یوم من الایام، اینم غلط. یعنی با این اختلاف ما سه و چهار رو به همین راحتی حذف کردیم. بعد بین یک و دو اختلاف میخوایم. نگاه کن لطفا، دقت کن در ادامه. لکی یتعلم، اما گزینه دو داره میگه چی؟ حتی یعلم. متن صورت سوال چی میگه؟ تا قرآن رو به طور کامل به او بیاموزد. بچه ها دقت کنید، یاد گرفتن یعنی تعلم، اما آموزش دادن و یاد دادن یعنی چی؟ تعلیم. خب الان اینجا دقت کنید، یه فعل داریم مال باب تفعیله، یعنی گزینه دو که در واقع از مصدر تعلیم و آموزش دادن میاد، و یه فعل داریم مال باب تفعله یعنی تعلم. تعلم یعنی چی؟ یعنی یاد گرفتن. این داره میگه بیاموزد یعنی چی؟ یعنی تعلیم دهد. پس من این گزینه در واقع یک هم حذف میکنم، گزینه دو قطعا جواب این تست. بچه بریم سراغ در واقع بخش بعدی. آهان، من این توضیح بدم بچه ها. سوالات درک مطلب تو آزمون ها با کنکور سراسری زمین تا آسمان با هم فرق میکنن، و این که میبینید من تو تحلیلام معمولا درک مطلب ها رو کار نمی کنم براتون. دلیل اصلی اینه بچه ها. خیلی از شما عزیزانی که دارید این تحلیل رو میبینید شاگرد من هستید و خیلیاتون شاگرد من نیستید، و این تحلیل اگه انجام بشه فقط به درد بچه هایی میخوره که شاگرد من بودن، و در واقع اینجوری بگم فقط بچه هایی تحلیل رو متوجه میشن که پکیج های من رو استفاده کردن، و بچه هایی که از پکیج های من استفاده نکردن شاید تو این تحلیل کلی دچار مشکل بشن. البته اینو اضافه کنم، این متن بسیار بسیار ساده هست. من مطمئنم بچه هایی که مجموعه ما رو دارن به راحتی به تمام سوالات این متن تونستن جواب صحیح بدن. من متن رو بچه ها ترجیح میدم تو این تحلیل کار نکنم، بنا به این دلیل که اون دسته از عزیزانی که پکیج ما رو ندارن قطعا دچار مشکل میشن، و بچه هایی که پکیج رو دارن تو مجموعه شون اینقدر من تحلیل و آزمون و درک مطلب گذاشتم که نیاز پیدا نمی کنن به این متن. با این وجود اگه جایی براتون سوال پیش اومد حتما حتما بپرسید بچه ها. بریم سراغ سوالات بعد از من، که از اینجا به بعد بچه ها ترتیب سوالات من به هم میخوره. شما فقط به شماره سوالات دقت کنید. سوال شماره 38 که یه سوال خیلی خوشگل و نابه، نگاه کن. داره میگه این اسم فاعل مفعولن. آقا میگه اسم فاعلی پیدا کن که مفعوله. ببینمت. یه نکته بسیار بسیار مهم من به شما آموزش دادم. گفتم بچه های عزیزم یادتون نره اسم فاعل از فعل مجرد ساخته میشه، از فعل مزید هم ساخته میشه. آقا اسم فاعل از فعل مجرد، دقت کن لطفاً، دقت کن، بر وزن کلمه فاعل ساخته میشه. مثلا کتبه میشه کاتب، ضربه میشه ضارب. و بعد توضیح دادم که این وزن فاعل قیافش میتونه عوض بشه و اینجوری دیده بشه به شکل فال، که حالا توضیح دادم که این فال چجوری حاصل میشه. نگاه کن، به شکل فال مثل چی؟ مثل زلله. خب مجرد اسم فاعل بسازن میشه چی؟ زالل. ولی نمیگن زالل، میگن زال، دوتا لامو در هم ادغام میکنن. یا مثلا داشته باشم حاد، خب که این حاد هم بر وزن فاله. تغییر شکلهای بعدیش اینا بودن بچه ها، فائی مثل حادی، و تغییر شکل پایانی این بود، آل مثل آخر. گفتم حواستو جمع کن، وقتی میگن اسم فاعل از مجرد ثلاثی پیدا کن میگردی دنبال وزن فاعل یا تغییر شکلهاش که فال و فائی و آل هست.
اما اگه گفتن اسم فاعل از فعل مزید پیدا کن، چی کار میکنی؟ میگردی به دنبال واژه‌ای که با مو شروع میشه و دومین حرف اصلیش ا میگیره. مثل چی؟ مثل محسن. این اسم فاعل از فعل مزید. و نکته ای که از همه مهمتر بود این بود، گفتم آقا تو تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل و اسم مکان یه چیزی خیلی مهمه. تو تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل و اسم مکان یه چیزی خیلی مهمه، اونم اینه شما باید بر اساس مفرد کلمه بگی اسم فاعله، اسم مفعوله، تفضیله، مکانه یا هیچ کدوم از اینا نیست. نگاه کن، مثلا من بیام برای شما بنویسم طلاب، بعد بگم بچه این اسم فاعل هست یا نیست، شما اول مفردشو تعیین کن، چون ملاک تشخیص مفرد واژه است. طلاب میشه چی؟ طالب مفردش. طالب بر وزن چیه؟ فاعل. پس میگی اسم فاعل از فعل مجرد ثلاثی. چرا؟ چون بر وزن فاعل. پس حالا برگردیم به این تست. گفته اسم فاعلی که مفعول باشه. آقا گزینه یک، دقت کن، ملعب فعل من، مشجع اون فاعلشه، ملعب مفعولشه. خب مفعول ما اسم فاعل نیست. میریم گزینه دو، سوف ابنا. بچه ها هر فعلی غیر از صیغه های سوم شخص مفرد، یعنی غیر از هو و هیه، فاعل تو خودشه. پس این فعل من فاعل تو خودشه، میگم فعل و مع فاعله. فعل و فاعل مشخص شد، این مستقبل میشه چی؟ میشه مفعول ما. حالا آیا مفعول ما اسم فاعل هست یا نیست؟ مستقبل، نمیگیم که مستقبل، با مو شروع میشه، دومین حرف اصلی فتحه داره، یعنی مفعول ما اسم مفعوله. پس اینم میره کنار، ما مفعولی میخوایم که اسم فاعل باشه. میریم گزینه 3، اراده میشه فعل من، مضارع میشه فاعل من و مفعولم که اصلا نداره و درست مضارع اسم فاعله ولی نقشش فاعله. پس اینم که رد گزینه 4 باید بشه جواب. اما مهمه گزینه 4 چی جوابه دقیقا. آقا نگاه کن، نرا در واقع فعل یرا بوده. عذرخواهی میکنم بچه ها، در واقع فعل یرا بوده، رفته به ضمیر نحنو. پس این یعنی چی؟ یعنی فاعل تو خودشه، فعل و مع فاعله. چون من به شما گفتم هر فعلی غیر از صیغه های هو و هیه فاعل تو خودشه. آقا فعل و فاعل مشخص شد، شباب میشه مفعول. بچهای عزیزم شباب مگه مفعول نیست؟ این واژه شباب اگه من بگم اسم فاعل هست یا نیست، شما میگی این جمعه، من باید مفردشو تعیین کنم. مفردش میشه چی؟ شاب. این شاب مگه بر وزن فال نیست؟ مگه من همین الان آموزش ندادم؟ مگه تو پکیجم بارها نگفتم فال تغییر شکل وزن فاعله، یعنی اسم فاعل در واقع؟ پس بچه ها دقیقا این مفعول ما اسم فاعل هم هست و بدون تردید پاسخ گزینه 4ه. میبینی نکاتی که به تو گفتم به گونه ای هست که هر سوالی رو پوشش میده. بریم سراغ سوال شماره 37. بچه گفتم سوالات من اینجا ترتیبشون به هم ریخته است، فقط شماره سوالات رو دقت بکنید. گفته معین کن حرف الایی که معناش با بقیه فرق میکنه. اولی، میتونن دلفینا راهنمایی کنن انسانو به مکان در واقع سقوط هواپیما. دومی، هنگامی که تماس گرفت هاشم با مادرش، قول داد به او یا پیمان بست با او که برگردد تا روز پنجشنبه. بچه ها یکی معنای ب داد، یکی معنای تا داد، پس با یه گزینه دیگه میتونی به جواب برسی. سومی، آیا نمی نگرند یا نگاه نمی کنند به شطور که چگونه خلق شد؟ میبینی اینم معنای به داد، پس تو شک نکن که پاسخ گزینه 2 هست، یعنی باید بگیم 3 تا معنای به میده، یکی معنای تا. سوال 35 با سوال معناست، گفته هر یک از هموطنان ما، ببین غیر مناسب میخواد، هر یک از هموطنان ما بعد از جاخالی چی اومده؟ نقشش در
حفاظت از اتحاد امت اسلامی. اولی میگه انجام میده نقشش رو، خب کاملا درسته میتونه باشه. سومی میگه بازی میکنه نقششو. چهارمی میگه میشناسه نقششو. اما دومی میگه میاندازد، پرتاب میکند، که مزخرف محض جوابم هم غیر مناسبه دیگه. سوال شماره 32، سوال تحلیل صرفی. بچهای عزیزم، تحلیل صرفی برای تو دانش آموز عزیزی که پکیج جامعه زیر سفت استادی رو داری، یا تو دانش آموز عزیزی که پکیج فراتر از جمع‌بندی 16 ساعته رو داری، بعد رو هوا این سوالات رو جواب بدی، چون من خیلی کامل اینا رو با شما کار کردم. نگاه کن، تو سوالات تحلیل صرفی اول بگرد دنبال اختلاف بین گزینه‌ها. اگه اختلاف دیدی بررسی کن، ندیدی گزاره‌ها رو شروع کن خوندن. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن، مثلا آقا گزینه یک داره میگه فعل مجهوله، سه میگه معلومه. این فعل مضارع رو نگاه کن، یادت نره آقا هر ماضی با او شروع بشه قطعا مجهوله. اما در مورد مضارع ها بگو هر مضارعی با او شروع بشه قطعا مجهوله، غیر از افعال مضارعی که مال باب افعال، تفعیل یا مفاعلت هستن، چون این سه تا باب حرف مضارعشون در حالت عادی همیشه ضمه داره. پس اینکه اینا با ضمه شروع بشن، من نمیتونم بگم قطعا مجهولن. بعد دومین حرف اصلیشون هم بررسی بشه، مضارع دومین حرف اصلی فتحه بگیره، حرف مضارع هم ضمه بگیره، قطعا مجهوله. خب ولی اگه حرکت دومین حرف اصلی رو نذاشت، مثل اینجا میگیم آقا مضارع با او شروع شد مجهوله، مگه اینکه مال باب افعال، تفعیل یا مفاعلت باشه. الان مضارع با او شروع شد، بچه تعتبرو بر وزن تفتعلو، تفتعلو در واقع یفتعلو بوده و یفتعلو مال باب افتعال، افتعال جز به اون ستا بابی نیست که حرف مضارعش ضمه داره. پس این که حرف مضارع رو ضمه گذاشت، یعنی این که فعل من قطعا مجهوله، تموم شد و رفت. پس با خیال راحت گزینه 3 رو حذف کن، گزینه 2 هم حذف کن. حالا چرا؟ چون من به تو گفته بودم تو پکیجم فعلی که مجهوله نه فاعل داره نه مفعول داره. پس گزینه 3 هم که میگه مفعول این واژه ایرانه، با توجه به اینکه فهمیدیم مجهوله، اونم میره کنار. حالا بین 1 و 4 بعد انتخاب بکنم. 1 گزارهاشو بخون، چون دیگه اختلاف مستقیم نداریم. میگه مضارع که هست، مصدرش بر وزن افتعال، اینم هست، مجهول هم هست، فعل و فاعله هو محذوف. بچا هر زمان میگن فعل و فاعله هو محذوف، یعنی همون فعل مجهول. کاملا درسته، جواب همینه. حالا خطای 4 چیه؟ للغائبت یعنی فعل مربوط به هیه که میتونه باشه، یعنی مفرد مؤنث غائب. زائدن حرف زائد فقط یکی داره، گفته به زیادت حرف واحد، در حالی که بچه باب افتعال 2 حرف زائد داره. و با خیال راحت اینم حس میکنی و یکو میگیری جواب. سوال پیش میاد میگه آقا از کجا فهمیدی 2 حرف زائد داره باب افتعال؟ میگیم بر اساس صیغه ماضیش. باب افتعال مگه ماضیش نیست؟ افتعل. هر چی غیر از فعل دیدی میشه حروف زائد باب. ما یه همزه و یه ت داریم تو وزن افتعل، فعلا میشه حروف اصلی، همزه و ت میشه حروف زائد. پس 2 حرف زائد داره. یا به طور کلی یاد بگیر آقا افعال، تفعیل، مفاعلت، اینا هر کدوم یه حرف زائد دارن. تفعل، تفاعل، افتعال و انفعال، اینا هر کدوم 2 حرف زائد دارن. استفعال هم 3 حرف زائد داره. برای همیشه تو ذهنت باشه. میریم بعدی. الباردت، میگردیم دنبال اختلاف و چه اختلافاتی داریم اینجا. نگاه کن، یکی میگه مضافون الیه مضافش المیاهه، یکی میگه نه صفت موصوفش المیاهه. ما کار نداریم به متن عربی. چرا؟ چون مطمئنیم اگه این واژه باردت مضافون الیه باشه، مضافش نمیتونه المیاه باشه. چرا؟ چون هیچ مضافی الو تنوین نمیگیره، پس این حذفه. ما بقیشون که همه میگن آقا صفت و موصوفن، پس چیزی نمیتونه اشتباه باشه، یعنی دیگه اختلاف نداریم. برمیگردیم، باز میگردیم دنبال اختلاف، ببینیم دیگه اختلاف داریم. قبلش که وقتی داری نگاه میکنی ظاهرا اختلاف خاصی نمیبینی. خب بردار گزاره ها رو بخون. گزینه 2 میگه این واژه مؤنث، خب بله تگر داره مؤنث باردت. معرفه و عله، بله اینم درست. اسم فاعل بارد بر وزن فاعل، بله اسم فاعل از مجرد ثلاثه. حروف اصلیش به رده، خب اینم درسته. صفت و موصوفم قطعا هست، چون سایر گزینه‌ها هم همینو میگن.
پس دو جواب تموم شد دارم. میریم گزینه سه. میگه اسم مفرد مؤنث اسم فاعله. تا اینجا که کاملا درسته. بعد میگه گرفته شده از مصدر مبادرت. بچه های عزیزم این برای انومین بار هست که خدمتتون میگم. یادت نره وقتی تو میخوای مصدر یک اسم رو تعیین بکنی، اگر اون اسم با مو شروع بشه مصدرش مزیده و اگه با مو شروع نشه مصدرش مجرده. یعنی اول اسم مو نباشه مصدرش حتما مجرده و اگه اول اسم مو باشه مصدرش حتما مزیده. الان مگه واژه بارد شما دقت میکنی مو اولش میبینی، وقتی مو نداره یعنی مصدرش یک مصدر مجرد باید باشه. مبادرت که مفاعلت هست، مفاعلت هم مصدر مزیده. یا مثلا تفاعل مصدر مزیده. پس با خیال راحت گزینه دو رو بگیر جواب. میبینی حال میکنی اصلا با من رفیقی؟ همه این نکات رو خدمتت گفتم. الان دقیقا همین نکته رو من کجا گفتم؟ بخش پایانی اسم، صفحه آخر از اسمو بخون. دقیقا من همین نکته رو بهت گفتم. ببین تو نمیتونی نکته پیدا کنی که من در پکیج بی نظیر فراتر از جنبندی یا پکیج بی نظیر زیر سفت و استادی به تو نگفته باشم. پس دانش آموز خوب من، اون دختر یا پسری که الان داری این در واقع تحلیل رو میبینی و عربیت ضعیفه، شک نکن پکیج بی نظیر فراتر از جنبندی صرفاً طی 16 ساعت عربی شما رو بیمه میکنه. من جای شما باشم همین امروز این مجموعه رو تهیه میکنم و دو هفته بعد عربی رو میرسونم به درصد بالای 80. بریم سراغ سوال شماره 36. گفته که شما یه معدود پیدا کن که جمع سالم باشه. ما اصولاً دو نوع جمع داریم، جمع مکسر، جمع سالم. دقیقا دومین بخشی که من تو قسمت اس تو پکیجم به شما گفتم همین بود که فرق جمع سالم با جمع مکسر در چی. خب حالا یه معدود گفته پیدا کن. ما عدد و معدود داریم دیگه. معدود یعنی اون چیزی که شمرده میشه. مثلا اگه من بگم آقا مثلا خمس کتبن، این واژه کتب میشه معدود، خمس میشه چی؟ عدد. این گفته معدود کجا جمع سالمه. الان گزینه یک، عدد من 30 و معدودش چیه؟ سند، که اصلا جمع نیست که ما بگیم جمع سالمه. میریم گزینه دو، عدد 500 معدود ابیات که یه جمع مکسره. از کجا فهمیدم بچهای عزیزم؟ جمع مؤنث سالم نشونش الف و ته هست و جمع مذکر سالم اونه و اینه. تو یادت نره نشونه های جمع سالم قابل حذفن. یعنی وقتی حذفشون میکنی مفرد واژه خودشو نشون میده. الان اگه من داشته باشم معلمون، واونون رو بگیر، معلم مفرد واژه خودشو نشون میده، یعنی جزء ساختمان واژه نیستن. فقط یادت نره الف و ت رو از واژه گرفتی ته گرد بذار. مثلا طالبات، الف و ت رو بردار، طالبت مفرد واژه خودشو نشون میده، چون گفتم الف و ت رو برداشتی ته گرد بذار. اما ابیات، الف و ت رو بردار ته گردم بذار. ابیات ما نداریم، مفرد این واژه بیته، پس این جمع مکسره، جمع سالم نیست. میریم گزینه 3، عدد 30 تمارین معدودشه که یه جمع مکسره. چرا؟ چون یه اونون رو بردار، ما تمار نداریم، مفرد این واژه تمرینه، پس این جمع یه جمع مکسره. ما اگه اون نشونه رو برداریم مفرد واژه خودش رو نشون بده، در این صورت میگیم جمع سالم. الان شعار رو نگاه کن. اربع میشه عدد، مرات میشه معدود ما که یک جمع مؤنث سالمه. چرا؟ چون اگه الف و ت رو برداریم و تگرد رو بذاریم. چرا تگرد بذاریم؟ چون گفتم هر زمان الف و ت برمیداری تگرد رو بذار، مفرد واژه خودشو نشون داد، جمع مؤنث سالمه. نشون نداد، جمع مکسره. تو جمع مذکر سالم هم اونه و اینه رو بردار، مفرد واژه خودشو نشون داد، جمع سالمه. الان اینجا من تگرد رو بذارم، مرت میفهمی مفرد این واژه است. پس تو شک نکن اینجا در واقع جمع سالم ما معدوده و دقیقا همین جواب. سوال شماره 39 داره میگه عین ما لیس فی مفعول مطلق. آقا جان مفعول مطلق دقیقا اینه، بگرد به دنبال فعل و مصدر همریشه با فعل. نگاه کن گزینه 1 ما فعل رو داریم،
مصدر هم ریشه با فعلم داریم. فعل داریم، مصدر هم ریشه با فعلم داریم. گزینه دو، فعل من یحاول نه، مصدرش هم محاولت داریم. گزینه سه، یحفر و حفره و این فعل و مصدر هم ریشه اومده. گزینه سه، احب و ازهر و هر کدومو نگاه میکنی یا استطیع و هیچ کدوم مصدر هم ریشه با فعل ندارن. تو شک نکن که این گزینه ها مفعول مطلق دارن. اولی معرفت، دومی محاولت و سومی حفره. اینا مفعول مطلق های ما هستن، اما گزینه چهار نداره و گزینه چهار جواب این تسته. سوال شماره 40 یه جمله ای نوشته. نگاه کن، دقت کن لطفا. یه جمله ای نوشته، بعد مقابلش اینجوری گفته. گفته میشه این عبارت برای کسی که یک داره میگه طلب میکنه کیفیت فاعلو. بچه های عزیزم متن رو نگاه کنید. ما یه دونه فعل یرغبون داریم، یه دونه رغبت داریم که اینا مجموعاً مفعول مطلق میسازن و چون بعدش مضاف الی اومده، مفعول مطلق ما مفعول مطلق نوعیه. کار مفعول مطلق نوعی چی بود؟ کیفیت وقوع فعل رو بیان میکرد. حالا میگه این جمله به کار میره برای کسی که اولی داره میگه کیفیت فاعل رو میخواد، در حالی که غلطه. ما کیفیت وقوع فعل در مفعول مطلق نوعی داریم. دومی میگه شک میکنه در وقوع فعل، یعنی برای مفعول مطلق تأکیدی این بود شک کردن، رفع شک از وقوع فعل که اینجا ما نداریم. گزینه سه، کسی که سوال میکند از کیفیت وقوع فعل. کدوم فعل؟ فعل یرغبون. دقیقا همین. پس بچه ها شک نکنید، همین جوابه. حالا من از کجا فهمیدم باید مفعول مطلق بررسی کنم؟ طبق گزینه ها بچه ها، طبق این که یکی میگه کیفیت وقوع فلان فعل، یکی میگه رفع شک از وقوع فلان فعل. از اینجا میفهمم که من باید بحث مفعول مطلق رو بررسی کنم که کامل من اینا رو برای شما تدریس کردم. اما سوال پایانی ما در این تحلیل سوال ضبط حرکات بود، سوال شماره 34 که باقی مون اینم تحلیل کنیم و شر تحلیل امروزمون کنده است. نگاه کن، گفته خطا در ضبط حرکات کلمات. من به شما گفتم بچه ها در پاسخگویی به تست ضبط حرکات کلمات دو چیز بسیار بسیار مهمه: یک، فعلها و مصادر مزید. دو، اسمهای مشتق مثل اسم فاعل، اسم مفعول، تفضیل، مبالغه، مکان. اینا رو اول بررسی کن. اگه با اینا به جواب نرسیدی بعد میری سراغ مابقی نکات که من خدمتتون گفتم که 99% با همین دوتا به جواب میرسی. یک رو نگاه کن، یه فعل مزید دارم، یه فعل مزید دیگه بعدش دارم، یه اسم فاعل و یه دوباره اسم فاعل دیگه. حرکات اینا رو بررسی کنیم. یک داره میگه نحنو تعلمنا. بچه های عزیزم خاطرتون هست، نگاه کن، همه میدونید الان تعلمه یک فعل ماضیه، حرکاتش ظاهرا درسته، اما بچه قبلش نحنو اومده. خب یعنی این فعل من باید فعل مربوط به صيغه نحنو باشه. ذهبه تو صيغه نحنو چی میشه؟ ذهبنا. پس تعلمه هم تو صيغه نحنو باید بشه چی؟ تعلمنا، نه اینکه بگه تعلمنا. این خطاست. حالا شاید این ظریف بود نمیدیدی، ادامه بده. یعلمو که کاملا درسته، یفعلو فعل مزید اعمال باب تفعیله. مدرس هم یعنی کسی که تدریس میکنه، حالت کنندگی کار داره و کاملا درسته. اما بچه ها نگاه کنید، مجرب، در حالی که بعد میگفتی مجرب یعنی با تجربه، حالت کنندگی کار نداره، اسم مفعوله. باز دیدین خطا در مزیدها و اسمهای مشتق بود. شما یه دونه خطاش هم پیدا میکردی به راحتی میفهمی جواب کدومه و اونو انتخاب میکردی. این هم بچه از سوال پایانی که سوال ضبط حرکات بود و ما کامل براتون بررسی کردیم و آزمون رو تحلیل کردیم به جو سوالات درک مطلب، یعنی اون 3 سوال درک مطلبش که اونم به اندازه کافی من تو پکیجتون براتون کار کردم. ببین من فقط 20 آزمون جامع اونجا تحلیل کردم که خودش معادل 20 درک مطلبه و تو بخش درک مطلب هم که درک مطلب رو کامل تدریس کردم براتون نکاتش رو گفتم. بنابراین خودتون درک مطلب رو کار میکنین. هر کجا براتون سوالی پیش بود پیش اومد حتما از من بپرسید. این بچه بود تحلیل آزمون قلمچی. یک بار دیگه میگم خدمتتون، اگه دوست دارین فقط 16 ساعت
کل عربی شما بسته بشه و آماده بشید برای درصد بالای 80 قطعی، حتما مجموعه بی نظیر فراتر از جنبندی رو تهیه کنید، حتی اگه الان داری منفی میزنی. خسته نباشید بچه های عزیزم، مراقب خودتون باشید تا تحلیل بعدی و جلسه بعدی. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.